گوگوش بعد از انقلاب از صحنه هنر دور شد و با وجود همه فشارها و شایعات از ایران خارج نشد و حتی یک بار نیز که برای دیدن فرزندش کامبیز قربانی از ایران خارج شد مجدداً به ایران بازگشت، تا اینکه در سال 1379 بعد از 22 سال سکوت اولین کنسرت خود را در تورنتوی کانادا به روی صحنه برد و با آلبوم زشت شعری از نصرت فرزانه و آهنگی از خود گوگوش و گیتار بابک امینی به عالم هنر بازگشت. به کانال حکایت زنان تاریخ خوش آمدید. در این مقاله قصد داریم به معرفی هنرمندی بپردازیم که با هنر خود خیلی ها را عاشق کرد و اکنون در آمریکا ساکن است. گوگوش نام هنری این خواننده است که حتما تا الان به گوش همه فارسی زبانان حداقل یک بار خورده است. هر چند وقت یک بار خبرهایی از ازدواج‌های مکرر گوگوش خبرساز می‌شود و عمل‌های زیبایی متعدد از دیگر حاشیه‌های این خواننده است. برای دیدن ویدیوهای بیشتر ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم فعال کنید. اگر دوست داشتید نظرات خودتون رو هم با ما به اشتراک بگذارید. در دهه 70 میلادی گوگوش به شاه ماهی موسیقی ایران معروف شد. این خواننده و بازیگر مشهور ایرانی از جزو پرطرفدارترین خواننده‌های زن تاریخ موسیقی ایران به شمار می‌رود و حتی در خارج کشور و کشورهای آسیای میانه و خاورمیانه طرفداران بسیاری پیدا کرده است. فائقه آتشین در سال 1329 در شهر تهران و محله سرچشمه به دنیا آمد. در شناسنامه او تاریخ 18 بهمن سال 1329 ثبت شده، اما خود او بر اساس حرف مادرش تاریخ تولدش را 15 اردیبهشت همان سال می داند. مادر او که یک ارمنی مسیحی بود او را با نام گوگوش صدا می کرد که بعدها فائقه این نام را به عنوان نام هنری خود انتخاب کرد. این اسم در بین ارمنی های مسیحی بسیار رایج بود و حتی پدرش می‌خواست این نام را در شناسنامه فائقه ثبت کند، اما ثبت احوال اجازه نداد. گوگوش از همان کودکی به همراه پدرش صابر آتشین که در کار نمایش و اهل شهر سراب بود به ایفای نقش می‌پرداخت. پدر و مادر گوگوش زمانی که او 2 ساله بود از هم جدا شدند. او در خانواده خود یک برادر تنی کوچکتر هم داشت که به علت روماتیسم قلبی در سن 24 سالگی فوت کرد. همچنین 3 برادر تنی از سمت پدر و 1 خواهر و برادر ناتنی از سمت مادرش نسرین دارد. پدرش اهل آذربایجان شرقی و مادرش از مهاجرین آذربایجان شوروی بود. گوگوش تا 3 سالگی به همراه پدرش به محل کار او می رفت. پدرش آکروبات بازی همان شومن دورگرد بود و گوگوش در عملیات آکروباتی که صحنه شرکت می کرد. سالهای زیادی پدر گوگوش در سقاخانه به اجرای برنامه می پرداخت. در سن 3 سالگی بسیار با استعداد و شیرین زبان بود و به تقلید کار خوانندگان و رقصندگان حرفه‌ای می پرداخت. در ادامه او به نقش اصلی برنامه‌های پدرش تبدیل شد و حتی دستمزد بیشتر از او می گرفت. در سن 8 سالگی کار خوانندگی را در برنامه صبح جمعه رادیو ایران شروع کرد. پس از آن در سنین جوانی به اجرای برنامه در کاباره‌های بزرگ تهران پرداخت. اولین کاری که او به طور مستقل اجرا کرد ترانه‌ای به اسم قصه وفا که توسط پرویز مقصودی ساخته شده بود نام داشت. در دهه 50 که استفاده از تلویزیون گسترش پیدا کرده بود، برنامه‌های رقص و موسیقی امکان جدیدی بود که گوگوش از آن برای تبدیل شدن به مشهورترین خواننده دوران استفاده کند. او خیلی سریع فراتر از مرزهای ایران مشهور شد و کشورهای دیگری که زبان فارسی داشتند مثل تاجیکستان، افغانستان طرفدار زیادی پیدا کرد. گوگوش در این کشورها به یک سمبل برجسته هنر ایرانی تبدیل شد و همچنین راه را برای معرفی هنرمندان دیگر باز کرد. گوگوش بعدها در فیلم‌هایی چون پرتگاه مخوف محصول سال 1963 میلادی، شیطون بلا در سال 1965 و پنجره در سال 1970 ظاهر شد. ترانه‌های او که توسط آهنگسازانی چون واروژان و حسن شمایزاده نوشته شده و شعرهای شهریار قنبری در آن به کار رفته بود، سبب موفقیت بزرگی برای او شد. تا جایی که سایر خوانندگان پاپ زن ایرانی به تقلید از سبک او روی آوردند.
هنرمندان دیگری همچون پرویز مقصودی و ایرج جنتی عطایی و همچنین جهانبخش پازوکی مدت زمان بلند یا کوتاه با گوگوش همکاری هایی داشتند. سبک گوگوش در دهه 70 میلادی در اوج شهرتش بود. گوگوش به عنوان خواننده و هنرپیشه به الگوی زنان ایرانی زیادی تبدیل شد که به جز گوش سپردن به ترانه های او از سبک پوشیدن لباس ها، مینی جوب و مدل موهای کوتاه او معروف به مدل گوگوشی تقلید می کردند و در حال حاضر نیز اکثر مدل های قدیمی به نام وی به ثبت رسیدند. فعالیت گوگوش در عرصه موسیقی پاپ ایران کوتاه اما پربار بود. او با آهنگسازان و ترانه‌سراهای زیادی کار کرد که بهترین اثر اکثر آنها به زبان گوگوش و با کمک او و با استفاده از توانایی و خلاقیت ویژه گوگوش در این زمینه به آهنگهای فراموش نشدنی در بین آهنگهای فارسی تبدیل شدند. گوگوش از جمله خوانندگان درباری محسوب می شد که در جشنهای خصوصی دربار سلطنتی پهلوی شرکت می کرد. از جمله این جشن ها می توان به جشن تولد شاهزاده رضا پهلوی اشاره کرد. او همچنین در جریان جنگ سال 1976 ظفار برای سربازان ایرانی در عمان برنامه اجرا کرد. گوگوش علاوه بر صاحب سبک بودن در موسیقی پاپ با بازیگری حرفه‌ای هم که داشت تمام توجهات را در آن زمان به خود جلب کرد. از جمله فیلم‌های معروفی که گوگوش با زوج هنری خود یعنی بهروز وثوقی به ایفای نقش پرداخت عبارت است از ماحصل، همسفر، ممل آمریکایی و پنجره یاد کرد. گوگوش در سال 1351 با کاباردار مشهور تهران یعنی محمود قربانی ازدواج کرد. بعد از آن برای آموزش موسیقی راهی فرانسه شد. حاصل این ازدواج پسری به نام کامبیز بود. اما این ازدواج زیاد به طول نینجامید و پس از مدتی در سال 1354 گوگوش از محمود قربانی پدر کامبیز و صاحب هتل کاباره میامی جدا شد. به شهرت رسیدن بهروز وثوقی و ماجرای عشقی فیلم‌هایی که به همراه هم بازی می‌کردند، خصوصا بعد از بازی در فیلم ممل آمریکایی، گوگوش با بهروز وثوقی در سال 1354 ازدواج کرد تا یک سال بعد یعنی سال 1355 این زندگی مشترک ادامه داشت. ازدواج سوم او با همایون مساقی که چند شرکت بیمه زیر دست او بود در سال 1356 تا بعد از انقلاب و سال 1368 از او جدا شد. چهارمین ازدواجی که گوگوش داشت با کارگردان به نام جامعه ایران یعنی مسعود کیمیایی در سال 1370 بود. در سال 79 با پیشنهاد یک تیم فیلمساز موفق به گرفتن پاسپورت شد و با همسرش از ایران خارج شد. در سال 1382 از مسعود کیمیایی هم جدا شد. تنها پسر گوگوش یعنی کامیز پس از انقلاب به همراه پدرش محمود قربانی از ایران خارج شد و به فرانسه رفت. بعد از آن به آمریکا رفت و برای مدت زیادی مادرش را ندید. او در لس آنجلس جزو اولین کسانی بود که رپ و سبک موسیقی هیپ هاپ را شروع کرد. او با شهرام کاشانی هم همکاری هایی داشت. مادر شهرام کاشانی هم مثل گوگوش برای مدت کوتاهی همسر محمود قربانی بود و طلاق گرفت. پس شهرام و کامبیز در واقع برادر ناتنی یکدیگر می باشند. پس از انقلاب گوگوش بارها به دادگاه های انقلاب اسلامی احضار شد. با وقوع انقلاب ایران در سال 1357 و برپایی نظام جمهوری اسلامی، موسیقی پاپ و آواز خواندن خانم ها در محافل عمومی ممنوع اعلام شد. با وجود آنکه اکثر هنرمندان ایرانی مهاجرت از ایران را انتخاب کردند، گوگوش که به هنگام وقوع انقلاب در ایالات متحده آمریکا زندگی می کرد به ایران بازگشت و گوشه‌گیری را در پیش گرفته و از صحنه هنر کناره گرفت. گوگوش 21 سال سکوت و گوشه‌گیری در ایران را انتخاب کرد و با وجود همه شایعات و فشارها از ایران خارج نشد. در نهایت در سال 1379 موفق به دریافت گذرنامه شد و با خروج از کشور ایران فعالیت هنری خود را با ارائه آلبوم زرتشت که بخشی از آن در ایران به صورت مخفیانه ضبط گشته و در کانادا تکمیل و پخش شده بود، مجدداً به اجرای سری کنسرت‌های بازگشت روی آورد که با استقبال خیلی خوب ایرانیان و فارسی زبانان خارج از ایران روبرو شد.
شعر این آلبوم از نصرت فرزانه بود. آهنگ آلبوم مال خود گوگوش و گیتار آن متعلق به بابک امینی بود. گوگوش در سال 1383 آلبوم آخرین خبر را منتشر کرد و دو سال بعد در سال 1385 آلبوم مانیفست را منتشر کرد که مورد استقبال شدید طرفداران وی قرار گرفت. او بعد از اینکه مجدداً دو سال سکوت کرد، تور سال 2005 را در آمریکا آغاز کرد که اولین کنسرت آن تور در تاریخ 17 سپتامبر در لس آنجلس به اجرا درآمده شد. او آلبوم مسبب را به همراه داریوش و آلبوم‌های دیگری به نام‌های نیمه گمشده من، فصل تازه، همسفر، جاده، مرداب، کبیر، کوه، اگه بمونی، اگه نمونی، پل، ستاره آی ستاره، من و گنجشک‌های خانه، لحظه بیداری، در امتداد شب، دو ماهی، دو پنجره، شناسنامه یک و شناسنامه دو را قبل از انقلاب خوانده است. آثار بعد از انقلاب او عبارتند از زرتشت در حوالی سال 1380 و آلبوم مانیفست در سال 1385، شب سپید در سال 1387 و در سال 1389 با همکاری فرید زولان و اردلان سرفراز آلبوم حجم سبز را منتشر کرد و دو سال بعد یعنی در سال 1391 آلبوم اعجاز و در سال 1394 عکس خصوصی را منتشر کرد. اولین فیلمی که گوگوش در آن حضور داشت فرشته فراری در سال 1339 بود و در همان سال در بیم و امید هم بازی کرد. سه سال بعد در فیلم پرتگاه مخوف و در سال 1344 در فیلم شیطون بلا، فیل و فنجان در سال 1345 و در همان سال در فیلم های حسن کرد و گدایان تهران حضور داشت. سال بعدش سال پرفعالیتی برای گوگوش بود و او در سال 1346 در چهار فیلم به نام های در جستجوی تبهکاران، گنج و رنج، چهار خواهر و دروازه تقدیر به بازیگری پرداخت. سال بعدش پرکاری گوگوش ادامه داشت و در سه فیلم ستاره هفت آسمان، سه دیوانه و شب فرشتگان بازی کرد. در ادامه حرفه بازیگری در فیلم گناه زیبایی محصول سال 1348، طلوع و جنجال و پنجره در سال 1349، در سال 1350 قصاص و احساس داغ و آسمون بی ستاره، بیتا در سال 1351 و ممل آمریکایی را در سال 1353 و دو فیلم همسفر و شب غریبان در سال 1354 و نازنین و ماحصل در سال بعدش و در آخرین فیلم در امتداد شب یک سال قبل انقلاب یعنی سال 1356 به کارگردانی پرویز صیادی بازی کرد و با سعید کنگرانی و جهانگیر فروهر هم بازی شد. فائق آتشین معروف به گوگوش در یک پیام ویدیویی از صحنه موسیقی و اجرا خداحافظی کرد. این خواننده که در خارج از کشور فعالیت دارد اعلام کرد که پس از اجراهای حال حاضر خود دیگر روی صحنه برای اجرای کنسرت نخواهد رفت و از این صحنه خداحافظی می کند. خانم گوگوش که 73 سال دارد مدت هاست به بیماری پارکینسون دچار است. حالا در مواجهه با این بیماری به مرحله جدیدی رسیده که تارهای صوتی این خواننده را نیز تحت تاثیر قرار داده است. او تا به امروز هرگز حاضر به گفتگو درباره بیماریش نشده است. برای دیدن ویدیوهای بیشتر ما رو سابسکرایب و زنگوله رو هم فعال کنید و برای بیشتر دیده شدن این ویدیو ممنون میشم اون رو با دوستان خود به اشتراک بگذارید و نظراتتون رو هم در مورد این هنرمند برای ما کامنت کنید. با سپاس از اینکه تا این لحظه با ما بودید و ما رو همراهی کردید.